براین هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری در پایگاه نظامی مشترک آناکاستیا بولینگ شرکت می‌کند تا مستندات جدیدی را درباره تلاش‌های ایران برای ساخت تسلیحات پیشرفته ارائه کند. از چندین کشور از جمله کره جنوبی، ژاپن، اسرائیل، انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند، ایتالیا، بحرین، امارات متحده عربی، یمن و افغانستان که اینجا حضور دارن تشکر میکنم. من همچنین خوش آمدگویی ویژه‌ای رو خدمت عالی جناب یوسف علی طیبه سفیر امارات متحده عربی، آقای سفیر اسرائیل و همچنین عالی جناب سفیر شیخ عبدالله بن رشید آل خلیفه از بحرین خوش آمد میگویم. ما ایالات متحده ارزش بسیار زیادی قائل برای مشارکت و همکاریش با امارات متحده عربی، بحرین و اسرائیل. به همتون خوش آمد میگم. در دسامبر سال گذشته خانم نیکی هیلی سفیر ما در سازمان ملل اینجا ایستاد و تهدیداتی که از سوی ایران متوجه ما هست، از جمله گسترش موشک‌هاش در سراسر خاورمیانه رو بهش اشاره کنه، از جمله ارسال اسلحه به شبه نظامیان حوثی در یمن که تخلف آشکاری بود از قطعنامه سازمان ملل متحد و همچنان همین هم باقی مونده. ایشون در مورد تهدیدی که این تسلیحات برای امنیت و صلح امنیت منطقه داره و بین‌المللی داره اشاره کرد. امروز ایالات متحده شواهد و مستندات جدید و ملموسی رو نشون میده در مورد گسترش تسلیحاتی ایران و ما اگر با اقدام نکنیم با تهدید، با خطر افزایش خطر در منطقه روبرو خواهیم بود. در اظهارات خانم هیلی در مورد تشدید حمایت ایران از حوثی ها صحبت شد و همچنین تلاش ایران برای تضعیف ثبات منطقه افزایش پیدا کرده بود. چیزهایی که ما اینجا داریم، می‌بینیم این مدارکی که داریم بسیار افزایش هم پیدا کرده از ماه دسامبر گذشته و این نشان دهنده تلاش بی‌وقفه ایران برای ارائه تسلیحات بیشتر به نیروهای نیابتی خودش، نیروهای بیشتری هست. کارهایی که ایران میکنه از جمله صدور تسلیحات ایران دهه هاست که از سوی سازمان ملل متحد ممنوع بوده. بر اساس قطعنامه 1737 و 1747 سازمان ملل شورای امنیت صدور تسلیحات از سوی ایران ممنوع بوده. این ممنوعیت از سال 2015 هم بر اساس یک قطعنامه دیگه ادامه پیدا کرده. این ویترینی که الان تماشا میکنیم و نشون میده که یک رژیم قانون شکن چگونه سلاح‌ها رو بنا به تمایل خودش، به میل خودش صادر میکنه. ما الان میخوایم موشک‌های هوا به زمین، از زمین به هوای ایران رو به نمایش بهتون نشون بدیم که توسط ایران طراحی شده و نوشته ایرانی رو نوشته شده موشک شکارچی یا صیاد. این نشون میده نوشته‌های فارسی رو نشون میده که براشون مهم نیست توسط به خاطر زیر پا گذاشتن قطعنامه‌ها شناسایی بشن. این در واقع دو سیستم مشابه رو نشون میده که توسط سعودی‌ها در یمن شناسایی شد. این سلاح‌ها برای حوثی‌ها فرستاده می‌شد و قرار بود توسط اونها حساب بشه برای اهدافی که در فاصله 47 مایلی اونها قرار دارن. این موشک‌ها تهدید واقعی و روشنی برای هوانوردی در منطقه محسوب میشه. ما همچنین موشک‌های هدایت پذیر ضد تانک رو شناسایی کردیم که دو نوع بوده. در واقع ایران سه نوع رو تولید میکنه. اینها دو نوعش رو اینجا خواهید دید که به نام طوفان و توسان هستن. یکی از موشک‌های طوفان، راکت‌های طوفانی که میبینید که به تازگی افزوده شده در یک انبار یا محموله اسلحه که در دریای عرب شناسایی و کشف شد، مصادره شد. همینطور موشک دیگه‌ای که الان میبینید اون هم جدیده. یکی از پنج موشکیه که توسط نیروهای عربستان سعودی در یمن مصادره شده، توقیف شده. این موشک‌ها توانایی حوثی‌ها رو افزایش میده و درگیری‌ها در یمن رو تشدید می‌کنه. موشک‌های فجر نیز در این نمایشگر دیده میشن که در کنار
موشک های ضد تانک قرار گرفتند. اینها رو در هلمند در نزدیکی مقر هوایی هلمند قندهار پیدا کردیم. ایران از حداقل از سال 2007 به طالبان کمک تسلیحاتی می‌کرده. همین راکت ها رو حماس هم در گذشته استفاده کرده. در سمت چپ من یک سیستم هوایی بدون سرنشین هست به نام موشک های 1 و 2 و 3 شهید 1 و 2 و 3 که این رو یا شاهد یا شهید حالا و این رو میگه ما در افغانستان نیروهای ائتلاف پیدا و مصادره کردن. این موشک ها در اصل برای انجام عملیات تجسسی مخفی ساخته شده که این در واقع به طور بالقوه میتونه نیروهای آمریکایی رو به خطر بندازه. همینطور ما اینجا محمول‌های بزرگی از تسلیحات ساخت ایرانی داریم اینجا، مثل قناصه یا همینطور RPG و دستگاه دیگه که اینها توسط ایران به گروه های شیعه داده میشه که مورد اونها استفاده میشه. من از آقای شیخ خالد تشکر میکنم به خاطر تعهدی که داره نسبت به آشکار کردن فعالیت رژیم ایران. در سال 2016 فرمانده ارشد سپاه پاسداران آقای سعید قاسمی بحرین رو به طور علنی یکی از استانهای ایران خوند و گفت که ایران مرکزی است برای صدور انقلاب به بحرین. این دقیقاً همون روشی است که ایران استفاده میکنه تا خاورمیانه رو بی‌ثبات کنه. اما ایالات متحده در کنار بحرین می‌ایسته تا بتونه از حاکمیت ملیش حمایت محافظت کنه و ما به کار مشترکمون ادامه میدیم تا بتونیم محموله‌های تسلیحاتی در منطقه رو تشخیص و شناسایی بدیم و کشف کنیم. بحرین جایگاه یا مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است و این کار ایران تهدیدی محسوب برای امنیت منطقه. ما همینطور قطعات کشف شده از موشک کایان ایران رو که توسط حوثی‌ها به سمت عربستان سعودی شلیک شده رو اینجا نشون میدم. خانم سفیر هیلی ماه دسامبر سال گذشته نشون داد، به نمایش گذاشت. این به سمت یک فرودگاه غیر نظامی در ریاض نشانه رفته بود که هر سال صدها هزار نفر از اون سفر میکنن. تصورش میکنه یکی از این موشک ها به اون برخورد میکرد. تسلیحات جدیدی که امروز نشون میدیم نشان دهنده افزایش نقش مخرب ایران در منطقه است. همین موشک هایی که امروز اینجا دیده میشن فردا میتونن در یک بازار عمومی در کابل یا در یک فرودگاه بین المللی استفاده کنند. همونطوری که قربانیان بحرین میتونن شهادت بدن، رژیم ایران از تسلیحات یا اسلحه برای صدور انقلاب و تداوم جنگ ها استفاده میکنه. اینها دو بازوی سیاست خارجی ایران هستند. قصد ایران برای افزایش مرگبار بودن و برد این اسلحه ها تسلیحات در تمام منطقه بسیار خطرناکه. برای همین بسیار مهمه که ما بتونیم مناقشه ها رو در مناطقی مثل یمن به شکل درست کاهش بدیم. آقایون پامپئو و مدس تعهد ما رو نسبت به تلاش های تحت هدایت مارتین گریفس سفیر ویژه فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن اظهار داشت. ایران هیچ تمایل مشروعی در یمن نداره مگر اینکه بخواد نفوذ خطرناکش رو در یمن افزایش بده و کنترل شیعیش رو توسعه بده. اگرچه حضور ایران در یمن توسط رسانه‌ها زیاد گزارش نشده، اما هیچ تردیدی نیست که ایران فجایع انسانی رو در درگیری یمن افزایش داده. ایران به تامین مالی و تسلیح یا ارائه تسلیحات به شبه نظامیان حوثی در یمن پرداخته و هیچ گونه ملاحظه‌ای در این قضیه نداشته. ایالات متحده و همکاران ما در ائتلاف میلیاردها دلار به یمنی‌ها کمک کرده، اما ایران فقط
اسلحه داده و جنگجو به اونها. همین امروز جنگجویان شورشیان حوثی به سمت عربستان سعودی موشک شلیک کردند و این همون برنامه کاری برنامه است که حوثی ها ادامه میدن در همکاری با ایران که میخوان بی ثباتی ایجاد کنن. همونطوری که آقای مارتین گریفیث گفت، ما میخوایم تلاش حداکثری رو با حمایت کامل ما انجام بدیم تا ثبات در اونجا برقرار بشه. در ماه های آینده ما باید مراقب باشیم که فراموش نکنیم نقش ایران رو، نباید تأکید بکنیم زیاد بر نقش ایران به عنوان یک بازیگر مشروع در یمن. مولایان ایران هر گونه تلاشی رو انجام میدن که بتونن جای پای برای خودشون در یمن پیدا بکنن. به طور تاریخی هرگز هیچ ارتباط مذهبی بین شیعه 12 امامی ایران و حوثی‌های یمنی که شیعیان 5 امامی هستند وجود نداشته. در واقع مقامات شیعه ایران از مدت هاست که اصلا امام شیعه 5 امامی رو قبول نداشتند. فقط تصورش بکنید که یمن در آینده چگونه خواهد بود با نفوذ و گسترش پایدار حضور ایران. ما همین الان میدونیم که در یمن چه وضعیتی داره و ما دیگه نمیتونیم یک نسخه جدیدی از حزب الله لبنان رو ببینیم که آهسته آهسته در شبه جزیره عربی داره ظهور میکنه. از سال 2006 ایران هزاران موشک با دقت بالا، اسلحه و غیره رو به اونجا داده، به لبنان داده، به حزب الله لبنان داده و حزب الله الان 100 هزار موشک در زرادخانه خودش داره. اگر به ایران اجازه داده بشه که با همین آزادی عمل در یمن هم کار بکنه، ما میتونیم انتظار لبنانی شدن یمن رو داشته باشیم. حوثی ها موشک هایی که از ایران اومده شدن رو به سمت ریاض شلیک کردن، برد اونها 516 مایل بوده. ایران به تامین مالی حوثی ها میلیاردها دلار رو به حوثی ها داده از زمان جنگ. با کمک ادامه دار ایران، تهدید حوثی ها ادامه پیدا کرده و توانایی هاشون بیشتر شده. ایران میتونه از این نفوذ جدید به عنوان اهرم جدیدی، به عنوان کسی که میتونه اسلحه ارائه بده برای گسترش بی‌ثباتی در منطقه ادامه بده. اون ثباتی که ما برای دستیابی بهش بسیار بسیار سخت کار کردیم تا در خلیج فارس به اون دست پیدا کنیم. این کار همچنین میتونه در تنگه باب المندب بی‌ثباتی ایجاد کنه و به این ترتیب که ایران میاد از نیروهای نیابتی خودش در تنگه هرمز استفاده کرده. به طور تقریب 4.5 میلیون بشک نفت از تنگه باب المندب در روز عبور میکنه و 17 میلیون بشک نفت از تنگه هرمز عبور میکنه. ایران بارها و بارها طی سالهای مختلف تهدید کرده که تنگه هرمز رو خواهد بست. اگر به ایران دست بازی در یمن داده بشه، اون وقت میتونه هم تنگه هرمز و هم تنگه باب المندب رو ببنده و یک تهدید بسیار بزرگ برای ناوبری دریایی محسوب بشه. ما داریم می‌بینیم که در توسعه ایران در سوریه، در بلندی‌های جولان و در لبنان افزایش پیدا کرده. ما باید جلوی گسترش نفوذ ایران در یمن رو بگیریم. من حالا می‌خوام سرمایه‌گذاری ایران در آزمایش‌های موشک، آزمایش و توسعه موشکی رو برش تأکید کنم که داره افزایش پیدا می‌کنه. روند شلیک موشک‌های ایران بعد از اجرای برجام از در ژانویه 2016 کاهش پیدا نکرده. ایران بارها و بارها آزمایش کرده موشک‌های بالستیک و همچنین فضایی رو. از ایران همیشه تلاش کرده تا از این راه به عنوان ابزاری برای انقلاب استفاده کنه. ما ارزیابی می‌کنیم که در ما می‌دونیم که در سال 2017 ژانویه 2017 یک موشکی به نام خرمشهر رو آزمایش کرده، موشک میانبردی رو که می‌تونه محموله‌ای به وزن 500 کیلوگرم رو حمل بکنه و میتونه برای حمل کلاهک هسته‌ای استفاده بشه. برد تقریبی اون بیش از 1500 میل که میتونه به برخی پایتخت‌های اروپایی برسه. توسعه موشکی ایران میتونه اروپا رو به خطر بندازه. ایران بزرگترین نیروی موشکی بالستیک منطقه رو در منطقه داره که حداقل 10 موشک بالستیک، 3 موشک بالستیک رو یا در دست ساخت داره و یا در زرادخانه‌اش داره. هر گونه تخلفی که بذاره ایران به آزادانه به کار خودش ادامه بده، میتونه اون رو به تبدیل کنه به یک نیروی بسیار خطرناک موشکی تبدیل کنه.
این سیستم هایی که بهتون گفتم و هر سیستم های دیگه که اینجا میبینید، اسرائیل و شرکای دیگه ما به ویژه عربستان سعودی و امارات رو تهدید میکنن. در همین ماه، ماه گذشته یا همین ماه، موشک‌ها یا راکت‌ها از سمت حماس به سمت اسرائیل شلیک شدند. ما در لبنان مدارکی داریم، مستندات داریم که نشون میده ایران داره به حزب الله کمک می‌کنه برای تأسیسات موشکی. در عراق مدارک نشون میده که ایران داره موشک‌ها رو یا هم موشک‌ها رو به شبه نظامیان شیعه انتقال میده. این هزینه بسیار بسیار سنگین و تحریک‌آمیزی رو برای نیروهای آمریکا در بغداد و بصره داشته و میدونیم که ایران هیچ کاری برای توقف اون نکرده. ببخشید حمله داشته و ایران میخواد نیروهای نیابتیش رو از شام تا شبه جزیره عربی گسترش بده. ایران 6.4 دهم میلیارد دلار اعتبار داده به رژیم اسد و بیش از 100 میلیون دلار به شرکت‌های به گروه‌هایی مثل حماس و حزب الله داده و بیش از و بسیاری از جنگجویان شیعه در سوریه رو حمایت کرده که بعضی از اون جنگجویان حتی 12 سالن. در حالی که جهان به سمت صلح و ثبات در خاورمیانه تلاش میکنه، ما هم داریم تلاش میکنیم که این دستاوردهای ایران و نیروهای نیابتی اون طی چند سال گذشته رو خونسا کنیم. در واقع ما از تمام قدرت‌های اختیارات تحریمیمون داریم استفاده می‌کنیم تا بر ایران فشار وارد کنیم. در ماه ژوئیه سال 2017 ما 18 فرد و نهاد کلیدی رو به خاطر حمایت از برنامه موشک بالستیک ایران تحریم کردیم. در ماه ژانویه ایالات متحده 4 نهاد دیگر رو هم اضافه کرد. در ماه مه ما 5 ایرانی رو، تبعی ایرانی رو به خاطر صدور تخصص موشکی به حوثی‌ها تحریم کردیم. اینا همچنین مسئول هستن در قبال ارسال تسلیحات به یمن به نماینده از نیروی قدس. در حالی که ما داریم فعالیت‌های موشکی ایران رو تحریم می‌کنیم و همینطور ارسال تسلیحاتیشو، فشار اقتصادی ما بسیار گسترده تره. در اوایل ماه جاری ایالات متحده تحریم‌های باقی مونده‌ای که برداشته شده بودن تحت برجام رو بازگردوند و این بزرگترین اقدام یک روزه است که رژیم ایران رو هدف قرار داده. تحریم‌های ما بر بیش از 700 نهاد، فرد، کشتی یا شناور و هواپیما اعمال شد. این کارزار تحریم ما رو در موقعیت بسیار بسیار قدرتمندتری قرار میده تا بتونیم با این تهدیدهایی که امروز گفتم براتون مقابله کنیم. کارزار فشار حداکثری ما تا زمانی که رژیم ایران تصمیم بگیره که روش سیاست‌های تخریب مخربش رو تغییر بده ادامه خواهد یافت. این رژیم میتونه یا سیاستاشو تغییر بده و یا میتونه شاهد سقوط و فروپاشی اقتصادش باشه. ما برای مدت 39 سال رژیم ایران رویدادهای منطقه رو با انتقال غیرقانونی نیروهای نیابتی و شبه نظامیانش و جنگجویانش تغییر داده، اما پرزیدنت ترامپ روشن کرده که امریکا دیگه این وضعیت رو تحمل نمی‌کنه و ما به دنبال یک توافق جدید و جامع با ایران هستیم که گستره کاملی از فعالیت‌های مخرب ایران در منطقه رو شامل خواهد شد. همونجوری که آقای پامپئو گفتن در سخنانشون در ماه مه که راهبرد جدیدشون رو مطرح کردن، گفتن که آزمایش موشکی و بالستیکی ایران و حمایت ایران از شبه نظامیان در لبنان، سوریه، بحرین، عراق و یمن باید پایان پیدا کنه. ایران باید مثل یک کشور معمولی و عادی رفتار بکنه و عنوان خودش به عنوان بزرگترین حامی تروریست و اسپانسر تروریست رو باید از دست بده. در واقع بذاره کنار این کار رو. من به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با بسیاری از گروه ها و افراد ملاقات کردم و اون چیزهایی که امروز به شما گفتم رو بهشون گفتم و براشون توضیح دادم. بیشتر شرکای ما با ما هم عقیده هستن در نسبت به تهدید ایران و من از هر کسی که جور دیگه ای فکر کنه دعوت میکنم که بیاد و این رو از نزدیک مشاهده کنه برای خودش. نمایندگان بیش از 70 کشور اینجا رو ملاقات اومدن، از جو بازدید کردن و با ما همراه شدن. به رغم این همه مستندات
مشخص خیلی ها هنوز، بعضی کشورها هنوز حاضر نیستن این رو بپذیرن، اما این روی کرد ایران رو قادر کرده، تهران رو قادر کرده و قادر خواهد کرد تا بتونه حضورش در منطقه رو گسترش بده و تبدیل بشه به یک نیروی حتی قویتر و مقربتر در منطقه، در خاورمیانه و حتی شاید در اروپا. شرایط جدید بین المللی یک انتظارات بسیار کوتاه کمی رو، سطح انتظارات کمی رو برای رژیم ایران ایجاد کرد، رژیم تهران. و بعضی ها میگن اگر خواسته های ایالات متحده برای رژیم از رژیم ایران به نظر خیلی زیاد میاد، به این دلیله که فعالیت های مخرب و بدخیم ایران بسیار زیاده. اگر این درخواست های ما غیر واقعیه، برای اینکه انتظارات جهانی از ایران بسیار کم بوده، ما نمیتونیم خیلی ساده بشینیم و تهدید ایران رو تشویق کنیم. ایالات متحده دیدگاهی روشن و مثبت نسبت به خاورمیانه داره که هر کشوری حق دفاع از خودش رو در اون داره، اما هیچ رژیم غیر قانون و قانون شکنی مثل ایران نمیتونه تهدید بکنه حاکمیت ملی کشورهای دیگر رو. این سیاست خارجی نیست، این در واقع یک تروریسم انقلابی مورد حمایت رژیمه. بهترین وضعیت برای خاورمیانه زمانی خواهد بود که رژیم دولت ایران به حاکمیت قانون ادامه بده، رعایت کنه، از هنجارهای بین‌المللی پیروی کنه و از تروریست رو طرد کنه. حالا دیگه بر عهده رهبر ایرانه که آیا میتونه به نفع مردم ایران عمل بکنه، آیا بهترینه که در انزوا بمونه در از جهان به عنوان یک متخلف بین‌المللی، یا بیاد و بپیونده به جامعه جهانی. این نمیتونه انتخاب سختی باشه. هیچ چیز شریفی در مورد به خاک کشوندن و به خاک نشوندن یک ملت بزرگ مثل ایران وجود نداره. ایران پیشینش به کوروش کبیر برمیگرده، کوروش بزرگ برمیگرده. ایران همواره ایران الان باید به فکر منافع خودش باشه، نه رهبران فاسدش. این اتاق همین جایی که الان هستیم میتونست خیلی راحت تبدیل بشه به جایی برای به نمایش گذاشتن هنرهای باستانی ایران یا هنرهای معاصر ایران، اما نگاه کنید الان به جای اون ما داریم موشک‌ها، تسلیحات سبک و سنگین ایران رو به نمایش می‌ذاریم. این راهی است که رژیم ایران انتخاب کرده گذاشته، اما مردم ایران سرنوشتشون نیست که این رو دنبال کنن. اگر تهران رژیم سیاست خودش عوض کنه، آینده بهتری در انتظار مردم ایران خواهد بود. تاریخ به روشنی به ما نشون داده که آمریکا هیچ دشمن دائمی نداره. ما در طول تاریخمون دشمنانی که با ما در جنگ بودن بعدها به بهترین شرکا در زمان صلح تبدیل شدن، مثل ژاپن که میتونه بهترین گواه این قضیه باشه. ما امیدواریم که مردم ایران بهترین ها رو داشته باشن. الان انتخاب با دولت ایناست. خیلی متشکرم. ما فقط فرصت داریم چند پرسش مطرح بشه. خواهش میکنم منتظر بمونید میکروفون به شما داده بشه و بعد نامتون رو و جایی که از اون اومدید رو مطرح کنید و خواهش میکنم سوالاتون رو فقط به یک سوال مطرح محدود کنید. و اگر خواهش میکنم اگر سوال خیلی تکنیکی دارید در مورد این تجهیزات بعداً میتونید بپرسید. من رویترز رو خواهش میکنم شروع کنه. من از رویترز هستم. یکی از موشک‌هایی که نامشو بردید اینجا، 5 روز بعد از صحبت‌های خانم هیلی در سال گذشته شلیک شد. به نظر شما چه سودی داره اینها رو نشون دادن، اینها در ملأ عام، و چی میگید به اونایی که میگن این فقط یک نمایش سیاسیه؟ برای من که تا حالا نشنیدم کسی بگه این یک نمایش سیاسیه. این ما اینو در روز روشن در ملأ عام قرار دادیم. اینا موشک‌های ایران هستن، اینها سلاح‌های کوچک و راکت و پهپادهای ایرانی هستن. اینها در واقع اون موشکی اونجا هستش، در واقع در کنار فرودگاه بین‌المللی ریاض به زمین افتاد، فرود اومد. و ما خیلی مهم نشون میدیم که چجوری ایران داره تشدید میکنه درگیری‌های منطقه رو. ما در واقع یک حمله موشکی فقط فاصله داریم با یک درگیری منطقه‌ای. این خیلی خوش شانس بودیم که این اتفاق نیفتاده تا حالا و به هدفش رو نخوردن، اما راهبرد نمیتونه فقط خوش شانسی باشه، بر مبنای شانس باشه. ما باید مقابله کنیم با توسعه موشکی ایران.
توافق برجام یک فضایی رو ایجاد کرد که بر اساس اون تا زمانی که ایران مراعات می‌کرد با عدم تسلیحات، عدم گسترش تسلیحات و با این توافق مراعات می‌کرد، اشکالی نداشت. اگر یعنی در واقع انگار که اونها دارن همه جور استانداردها و معیارهای بین‌المللی رو رعایت می‌کنن، اما حقیقت اینه که در زمان اجرای، در مدت اجرای برجام، ایران تهدید خودش نسبت به امنیت و ثبات رو افزایش داده و صلح رو افزایش داده، از هر نظر، از حملات سایبری، حمله به تهدید دریایی، دریانوردی، تجاوز به حقوق بشر. بنابراین ما از آن برجام خارج شدیم. الان ما آزادی عمل داریم، اهرمی داریم که تمام، یعنی یک گستره کاملی از تهدید ایران به امنیت و صلح رو بهش رسیدگی کنیم. بنابراین کمپین فشار یا کارزار فشاری که آقای وزیر و رئیس جمهور اجرا کردن در واقع منافع بسیار بسیار ملموس و محکمی خواهد داشت. یکی این که درآمدهای مورد نیاز رژیم برای بی‌ثبات کردن منطقه خاورمیانه و تهدید کشور دیگر رو از اون سلب کرده و ما باید این رو ادامه بدیم. این در واقع دومین چیز اینه که مجبور میکنه، فشار میاره بر ایران که برگرده پای میز مذاکره تا ما بتونیم یک توافق بهتر و تازه رو به دست بیاریم. تهدیدی که نه تنها به مسئله هسته‌ای میپردازه، تهدید هسته‌ای ایران، بلکه گستره کامل رو بهش رسیدگی میکنیم، مثل تروریسم، مثل تهدید موشکی، مثل تجاوز، مثل تهدیدهای سایبری و همینطور دریانوردی. و ما مطمئنیم که با دیپلماسی درست میتونیم نتیجه برسیم. نادیا، خواهش من، شما بفرمایید. متشکرم. من نادیا بلبسیم از العربیه. حالا که شما این شواهد و مدارک گسترش یافته مداخله ایران رو دیدید، چه مکانیزم هایی، چه سازوکارهایی دارید برای جلوگیری از رسیدن این تسلیحات به نیابتی های حوثی ایران در یمن؟ و شما در مثلا عراق چه اهرمی دارید؟ شما گفتید که در عراق اسلحه هایی هستن که میرن به شیعیان شبه نظامی عراق. حالا که تحریم ها برگشته، رئیس جمهور و آقای رئیس جمهور و وزیر خارجه میتونه اجرا بکنه و خیلی مصمم هستن بر اعمال این تحریم ها و ما میتونیم و میخوایم و میتونیم هر گونه تخلف از تحریم ها رو پیدا کنیم و اون رو مجازات کنیم. به ویژه در منطقه خاورمیانه و اروپا ما سیاست ها، راهبرد هایی رو داریم به اجرا در میاریم که هر گونه تخلف یا فرار از تحریم ها رو تشخیص بده. از جمله گسترشی که شما گفتید، گسترش تسلیحاتی که گفتید، در واقع ما میریم دنبال پول. 80% از درآمد ایران از طریق صدور نفت انجام میشه. ما حدود 1 میلیون بشکه نفت رو به طور روزانه از مقدار نفت صادرات ایران کم کردیم و بسیار مبلغ مقدار بسیار زیادی دیگه هم خیلی زود کم خواهد شد. بنابراین ما کارزار فشار اقتصادی حداکثری رو داریم که بر مسئله اقتصادی متمرکزه. ما همچنین بر مسئله پیشگیری یا جلوگیری هم داریم روش کار میکنیم. در واقع آموزش میدیم مردم رو نسبت به این تهدید دائمی و واقعی ایران که منطقه رو تهدید میکنه. به ویژه داریم تشویق میکنیم اروپای اتحادیه اروپا رو که این تحریم ها رو در اونجا برقرار کنیم کامل تا بتونیم تهدید درگیری های موشکی در منطقه رو مدیریت کنیم. من فرهاد پولادی هستم از بخش فارسی صدای آمریکا. پرسش نخست، آیا اقدامات دیگری هم هستن بر علیه مقامات ایران برای متوقف کردن اقدامات بدخیم ایران، حالا از طریق وزارت خزانه داری یا دیگران؟ و اینکه دوما چه اهرمی دارید برای متقاعد کردن دیگران برای اینکه بپیوندند به این تحریم حداکثری علیه ایران؟ در مورد پرسش نخست، ما هرگز در مورد تحریم هامون از قبل اطلاع نمیدیم. این برای ما خیلی مهمه که این رو تا آخرین لحظه نگه داریم، بعد اعلام کنیم. اما اینو میتونم بگم که از اونجا که ما تحریم هامون رو، از موقعی که تحریم هامون رو دوباره شروع کردیم، از اول نوامبر یا 5 نوامبر، ما 2 مورد دیگه تحریم ها رو انجام دادیم که افراد و نهادهایی رو که تلاش داشتن تحریم ها رو از تحریم ها فرار کنن هدف قرار دادیم. آقای وزیر منوچن، وزیر خزانه داری، به خاطر این تحریم ها باید تشکر کنیم. ما از فقط در مدتی که این تحریم ها رو برگردیم تا الان این 2 کار رو انجام دیم. در مورد اهرم ها باید بگم ما خیلی تا حالا موفق بودیم
با بازگردوندن فشار اقتصادی که اقتصاد ایران رو داره واقعا به جایی پیش میبره که مجبور میکنه رژیم رو تصمیم بگیره که آیا این هزینه واقعا ارزش این رو داره که این رفتار انقلابی رو ادامه بدیم. سیاست ما در خاورمیانه اینه که توازن قدرت رو به نفع دوستان و شرکامون برگردونیم. ایران واقعا چند سال خیلی موفقه عمل کرد برای خودش. بخشی از این توافق باعث شدش که ایران بتونه، ولی الان ما در وضعیت بسیار بهتری هستیم. ایالات متحده با همکاری هم با شرکامون از جمله اتحادیه اروپا هم با ما همراه هستند. شرکت های اتحادیه اروپا بیش از 100 شرکت به ما گفتن که ما دیگه با ایران نمیخوان کار بکنن. اونا انتخابشون اینه، میتونن انتخاب کنن با امریکا کار کنن یا با ایران، و این واقعا سریع ترین تصمیمی که شما به عنوان مدیر یک شرکت خواهید گرفت، یعنی حتما با امریکا کار خواهید کرد. یک پرسش دیگه از آژانس فرانس پرس داریم، خبرگزاری فرانسه. بله، آیا میتونید توضیح بدید در مورد زمانی که امروز این برنامه رو دارید و چرا امروز این کار کردید؟ چرا الان؟ مخصوصا الان صحبت‌های در مورد عربستان سعودی شده در رسانه‌ها، یا تلاش داری می‌کنید که توجهات رو از عربستان رو منعطف کنید از عربستان؟ خب به خاطر اینکه چیزهایی که داریم افزایش پیدا کرده، این ماهیت واقعی این رژیم اینه. همونجوری که این رژیم سیاست خارجی جسورانه و سیاست خارجی خودش رو ادامه میده، تجهیزات بیشتری میفرسته، و ما امیدواریم که امید ما اینه که یه روزی بیاد که دیگه این اتاقی همچین چیزی نباشه، شامل این تسلیحات نباشه و اینو کاهش بدیم. در واقع این بخشی از عملکرد کارزار ایرانه که سعی میکنه موشک‌ها و تسلیحات رو به خاورمیانه بفرسته. در مورد زمان میخوام بگم هیچ ربطی به عربستان سعودی نداره. وزیر خارجه و وزیر و جنگ دیروز صحبت کردن در این مورد. آقای پومپئو یک مطلبی رو در مقاله رو در وال استریت جورنال نوشتن، تازه سیاست ما رو تشریح کردن در مورد عربستان. خب امروز هم دارم میگم بسیار از این چیزایی که امروز داریم میبینید، خود عربستان سعودی تونستن اینها رو به اصطلاح بگیرن و متوقف کنن. در واقع ایران تهدیدی است که بحرین و امارات و عربستان تحت تهدیدش قرار دارن. ما باید در مورد به اصطلاح تعقیب این باید خیلی جدی باشیم. من از الحره هستم، پرسشی دارم، ولی میخوام یک پرسش دیگر بپرسم. شما در مورد کار سنا برای توقف حمایت سنا، حمایت آمریکا از عربستان چی دارید بگید؟ و شما در مورد افزایش تحریم، ریسک یا خطر در صورت عدم اقدام صحبت کردید. به نظر شما این چه شکلی هست؟ و فکر می‌کنید که شما که الان دارین تحریم‌های حداکثری رو اجرا می‌کنید، آیا چیزی بجز حمله نظامی به ایران می‌تونه متوقف کنه ایران در قبال این گسترش؟ پرسش نخست در مورد یمن، پاسخ اینه که ترک یمن خسارت بسیار زیان بسیار بزرگی رو بر امنیت ملی ایالات متحده و شرکای ما در خاورمیانه وارد خواهد کرد. ما در یمن 3 مأموریت حیاتی رو داریم اجرا میکنیم. با حوثی ها میجنگیم، با شورشی ها میجنگیم، ما داریم القاعده رو در شبه جزیره عربی سرش رو قطع میکنیم، و ما داریم از آمریکایی هایی که در عربستان سعودی حضور دارن و یا در این آبراهای راهبردی در یمن عبور میکنن رو محافظت میکنیم. ما امیدواریم که ما میخوایم یمن هر چه زودتر به صلح برسه. ما اهداف متعدد داریم، ما اون رو به عنوان به صورت موازی کاری دارم میگم. مثلا آقای مدس داره ظرفیت سازی میکنه در میان نیروهای امنیتی یمنی. ما باید توانایی های دفاعی شرکای بین المللی منطقه ایمون رو افزایش بدیم. ما باید از حق شرکایمون برای دفاع از خودشون در برابر حملات حوثی های مورد حمایت رژیم ایران ادامه بدیم. همزمان ما
خواستار پایان فوری جنگ ها هستیم و امیدواریم که همه طرف های درگیر در این جلسه مشورتی در سوئد در دفتر مارتین گریفیث نماینده ویژه سازمان ملل شرکت کنند. پس پرسش بعدیتون چی بود؟ آیا فکر میکنید که حمله نظامی باید اتفاق بیفته؟ فکر میکنید ما با میدونیم فکر یک گزینه وارد شدن به جنگ با ایران اگر نتونه ایران رو این کمپین فشار حداکثری وادار به متوقف کردن کنه. بعد از حمله شبه نظامیان شیعه به تأسیسات دیپلماتیک ما در بصره و بغداد، آقای ریاست جمهوری یک بیانیه رو منتشر کرد که گفت اگر هر یک از تأسیسات دیپلماتیک ما یا دیپلمات‌های ما مورد هدف قرار بگیرن، یک بیانیه صادر کرد که بسیار بسیار اقدامات شدید انجام خواهد شد. ما به رژیم ایران میگیم که ما هیچ تردیدی نخواهیم داشت در استفاده از نیروی نظامی برای دفاع از منافعمون. من فکر میکنم اونا اینو خیلی خوب میفهمن، خیلی خوب میفهمن این رو، و من فکر میکنم در حال حاضر با اینکه ما الان گزینه نظامی رو هم روی میز داریم، ترجیح ما، اولویت ما اینه که از همه ابزارهایی که در اختیار ما هست به عنوان ابزارهای دیپلماتیک استفاده کنیم. خروج ما از همونجوری گفتم خروج ما از برجام به ما آزادی دیپلماتیکی داده تا بتونیم یک گستره کاملی از تهدیدات ایران رو بهش رسیدگی کنیم. برای این ما داریم همکاری نزدیکی داریم با شرکامون در سراسر جهان، تیم هایی رو داریم که مرتب میرن به کشورهای مختلف، تقریبا به 40 کشور تا حالا رفتن، از وزارت خارجه و وزارت خزانه داری رفتن، توضیح دادن سازوکار تحریم ها رو، رژیم تحریم های ما رو، و ما خیلی خیلی خوشحال هستیم، خرسند هستیم از پیشرفت هایی که به دست اومده و کارهای بیشتری هم انجام خواهد شد. یکی از پیام‌هایی که ما مرتباً داشتیم می‌فرستادیم این بوده که حفظ توافق هسته‌ای ایران نمی‌تونه به قیمت بی‌ثباتی منطقه‌ای تمام بشه، و چون فقط ایران، اینکه فقط ایران داره از برجام تبعیت می‌کنه، به این معنی نیست که همه چیز خوب و مرتب و خوشه. همونجوری که امروز داریم می‌بینید اینجا، موشکایی که این پشت سر من می‌بینید، این یک تهدید فزاینده و بسیار جدی است. با سپاس فراوان از همگی، اینجا پایان